آتش بازی اون موقع ها خیلی در من غلیان می کرد. کار بعدیم ادب مرد بهز دولت اوز تحریر شد، مال ایرج پزشکزاد بود، همون که دایجان ناپلونو نوشته. با 10-12 نفر از بچه های دوروبر که اغلب هیچ تجربه‌ای تو کار تئاتر نداشتن روی صحنه رفتیم و این نمایش زیبا رو روی صحنه آوردیم و 10-12 بار در شمال کالیفرنیا در سال 1983 اجرا کردیم. کامران نوزاد، آذر فخر و منوچهر فرید که از قدمای تئاتر ایران بودن و کسانی بودند که به اصطلاح ما خاک صحنه خورده بودن، از ایران تازه اومده بودن و این نمایش ایرج پزشکزاد ادب مرد رو در یکی از سالن‌ها دیدن و علاقمند کار تئاتر شدن با ما. 31-32 سال پیش بود که من اومدم نمایش شما رو دیدم و همون شب از اون کار خوشم اومد. تصمیم گرفتم که یه نمایش رو صحنه بیارم با این عده. منتها خیلی گشتم، نمایشنامه‌ای رو خوندم، فعلا حرفا، تا به بنگاه تئاترال نصیریان رسیدم، کتابش رو پیدا کردم و تصمیم گرفتم اونو بذارم که شما نقش سیار رو بازی می‌کردین و تمام بچه‌هایی که بازی می‌کردن به عقیده من، با اینکه بعضیشون اصلا رو صحنه نرفته بودن، به نحو احسن نقششون رو اجرا کردن. ای تو کارش دخالت کنه و فضولی کنه و حرفای نامردود بزنه. فضولی نکنه، نامردود هم نزن دیگه. مبارک ارباب اگر به نوکرش گفت بیفته میمیر، باید بیفته و دمرو بمیره. چرا دمرو؟ شما از اون نوعه شید. اما بر من از خاندن و اردادن و رخصیدن تجاوز نمی کنه. قرمونه اربا که من که یه همچه دارم. بسیار خوب. حالا برای صدق گفتارم به دستور میدم که برای من یک دهن آغاز بکنید. شب برای صبحی من خونم نمیاده. بابا جان، ما که تیک کردیم اوامر ارباب چون و چرا نداره. خدا شاجن محسوس جان فرق کرده رفته. ای دادی بیداد، خیلی خوب. اما بدون ساز بکن. آخه دیجا که باشی خود ایدام کوکه چون نو Oh,
خواستیم که کار بکنیم. کامران نوزاد به ما پیشنهاد داد که بیایم یک نمایش تخت حوزی، رو حوزی که بنگاه تئاترال بود از علی نصیریان، اونو اجرا بکنیم. به من پیشنهاد کرد که من نقش سیاه رو بازی بکنم. سیاه بازی یا کسی که رول سیاه رو بازی میکنه، یا بعدن هم همون حاجی فیروز که نوروزها میاد و همون سیاه هست و حاجی نوروزه، حاجی فیروزه، حاجی پیروزه، یک کاراکتر جالبی داره، یک کاراکتر طنزی داره. حاجی فیروز فقط کارش در ایام عید همونطور که میدونیم زدن و خوندن و ترانه‌های شادی آوره. خوش خبره، بله خوش خبر داره.